امروز 16 دلو است. آمدیم در نمایشگاه تجارتی و صنعتی ام البلاد در شهر مزار شریف. بسیار زیاد خوشبین هستیم به دلیلی که در این تو یک شرایط باز هم بر خانم‌ها فرصت داده میشه که خانم‌ها بتونن از اینجا به این نمایشگاه اشتراک کنن، کارهای خود به نمایش بگذارن و جدا از او که فرصت کاری بر خانم‌های دیگه پیدا میشن. اشتراک بانوها در نمایشگاه ها قطعی و حتمی است و تقریبا فعلا بالاتر از 60% تولیداتی که در خاک وطن ما شما افغانستان صورت میگیره شکر الحمدلله دسم بانوان است. این محصولات ما است بسیار با کیفیت بالا. ما کارهایی داریم که مارکت های مثل قریشی اسخری از ما خریداری میکنن، ولی متاسفانه این به یک عنوان خیانت گفته میشه چون برند ما را میکنن و برند ترکی را به این نام میفروشن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، وقت همه شما هموطنان عزیز بخیر. امروز 16 دلو است. آمدیم در نمایشگاه تجارتی و صنعتی ام البلاد در شهر مزار شریف. شما لحظات قبل جریان افتتاح این نمایشگاه را بیننده بودیم و جایی که ما هم اکنون استاده هستیم کلن حضور هموطنان را میبینین که نام خدا، تعداد قرفه ها هم در اینجا زیاد است و حضور هموطنان با وصفه که روز نخست این نمایشگاه هست و مردم کماکان آمدن و ما میخواییم از همینجا شروع کنیم برنامه را بریم با پایین و با تعداد از هموطنان ما که اینجا قرفه ماندن با اونا صحبت کنیم و محصولاتی که اینجا به نمایش گذاشته شده با اونها نیز دیدن کنیم و برای شما بیننده عزیز به نمایش بگذاریم. تا لحظات برنامه ما را بیننده باشید. بیننده عزیز، همون قسمی که قبلا بر شما یادآور شدم، ما آمدیم در سطح تالار هستیم و خوشبختانه تا جایی که به چشم دیده میشه تعداد قرفه همه بانوان هستند و اینجایی که تمام محصولات نمایش گذاشته شده خوشبختانه محصولات وطنی خود ماست. اما ای که چه محصولات در بانوان به اینجا به نمایش گذاشتن و چه تعداد محصولات هست، ما دوست دارم بخوایم با تعداد از کسایی که اینجا صحبت کنن، میخوایم با اونا صحبت کنیم. اول همینجا محصولات شیرینی باب کیک است که دیده میشه، ما میخوایم اول با اینا صحبت کنم. السلام علیکم. مانده نباشید. سلامت باشین. زنده باشین. زنده باشین. سلامت باشین. یک معرفی اگه ببینین دا داشته باشین. صابر امینی هستم، مسئول شیرینی پزی رها و به همکاری دوستم این شیرینی سرا از بی‌نظیر هستن. هر دوی ما یک جای به این مشکل آمدیم. بانو امینی گفتید؟ بله. بانو امینی عزیز، بگوین که چند مدت میشه که انمی نام خدا که من محصولات میبینم تا حالا ناخورده خوشمزه دیده میشه، چند وقت میشه که مصروف همین کار هستین و این چندمین نمایشگاه است که شما اینجا مصروف هست؟ اولین نمایشگاه است که ما آمدیم و مدت تقریبا یک سال میشه که ما فعالیت داریم. اولین بار است؟ اولین بار است که ما این نمایشگاه. قبلا این محصولاتتان که جایی که فروش میرسونین چند سال میشه کارش میکنه؟ ما فروشات در منزل داریم، یعنی اول از شروع کردیم، از خانه شروع کردیم، بعد ها دوباره باز دکان کارخانه از جور کردیم فعلا و در جوش هستیم که یک مکان خوب و مناسب بر خانم ها، یک رستوران باشه، شین سرای باشه بر خانم ها. جدا شروع کردیم، ان شاء الله توکل به خدا کردیم. شما به عنوان یک بانوی که برای نخستین بار آمدین در یک نمایشگاه، چقدر خوشبین هستین از همچون نمایشگاه در شرایط کنونی؟ خوشبین، خب واقعا بسیار زیاد خوشبین هستیم به دلیلی که در این تو یک شرایط باز هم بر خانم‌ها فرصت داده میشه که خانم‌ها بتونن از اینجا به این نمایشگاه اشتراک کنن، کارهای خود به نمایش بگذارن و جدا از او که فرصت کاری بر خانم‌های دیگه پیدا میشن که میتونن و بر ما خوشایند است. اگر گفتنی داشته باشین؟ زنده و سلامت باشین. فقط تنها گفتنی مهمی است که باز هم از ما حمایت شوند، در هر صورتش باشه خانم‌ها عضو از جامعه هستن، نباید عقب مونده. ما دوست دارم کلمه همکار شما هم صحبت کنم، شما هم جزء همین کار هستین، مانده نباشه. سلامت زنده باشین برادر محترم. خوش شما ما اگه یک معرفی بکنید. من ریتا انوری هستم، رئیس شرکت شیرینی پزی بی‌نظیر. دیگه فعلا در این نمایشگاه اشتراک کردیم. چند وقت میشه بانو انوری که همین ایده بر شما خلق شد که بیاین خودتان از
همی کار شروع کنین تا یک چیز داشته باشین اصلا. بله. مدت یک سال میشه که ما همی کار شروع کردیم و خیلی راضی هم هستم، خوشم هستم که ما سرپای خود تانستیم استاد شم و تانستیم که از خود یک چیز بسازم و امیدوار هستم که بتانم بر دیگران هم به خدمتشان برسم و هم یک چیز در کارخانه ما یاد بگیرن. چه تعداد پرسنل دارین در همی کارخانه تان که همراه شما کار میکنن؟ برفعلا 10 نفر از پرسنل ما و تصمیم داریم که کارخانه را بزرگ بسازیم که در حدود 500 نفر بتانه کار بکنن. اگر گفتنی داشته باشین بانو انوری، ما خوشحال هستیم شما بانوان در همی شرایط اقدام به همچون کار میکنین که برالاقه خودتان یک مصروفیت دارین، چند تا از بانوی دیگر هم مصروف میکنین. باز هم اگر گفتنی داشته باشین کامرا در خدمت شماست. میشنوید؟ سلامت زنده باشین. خوش شدم از اینکه همچون شما کسایی هستن که میخواین از ما حمایت کنن و ما واقعا به حمایت شما ضرورت داریم و خواهان ازی هستم، تقاضامند هستم که بازم از ما حمایت کنین تا ما بتانیم آزادانه از چیزهایی که ساخته میتانیم، از کارهایی که ما باعث پیشرفت ما میشه، از ما حمایت کنین. سلامت تشکر. باشه، بخیر باشه. بیننده‌های عزیز، همون قسمی که بیشتر بر شما یادآور شدم که تعداد قرفه‌هایی که اینجا مانده شده، نام خدا تعداد زیادشان بانوان هستند و محصولاتی که خودشان به نمایش گذاشتن همو محصولاتی است که محصولات دستی خودشان هست. اینجا می‌بینید نام خدا محصولاتی که نمایش گذاشته شده با قیمت‌هایشان. من می‌خوام اگر بیان شما. سلام علیکم. مانده نمیشه بخیر هستین. اول یک معرفی داشته باشین بیننده. منیره اسمتی هستم، مسئول کارگاه تولیدی بانوان بلخ. منیره اسمتی؟ منیره اسمتی. بله. بسیار خوب. بانو اسمتی، از این بگوین که چند مدت میشه کارگار دارین و نام خدا اما تو لباسای زیبا زیبا اینجا دیده میشه. بله، من تقریبا 18 سال میشه که خیاطی میکنم و مدت 2 سال میشه که یک کارگاه جور کردیم به نام کارگاه تولیدی بانوان بلخ که به تعداد 20-25 نفر از دختر خانم ها اونجا میان و کار میکنن. از این بگوین که چندمین نمایشگاهی که شما آمدین اشتراک کردین؟ از ما اینمی اولین نمایشگاه ماست. اولین نمایشگاه؟ بله. وقتی اولین نمایشگاه آمدین چقدر خوشحال هستین، خرسند هستین بانوان یک بانو آمدین برای اولین بار محصولاتتان را به نمایش میگذارین؟ بسیار زیاد خوشحال هستم که ما تانستیم محصولات خود ما را که خود ما تولید میکنیم آوردیم در این نمایشگاه نمایش میتیم و با دیگر دختر خانم ها اینجا آشنایی پیدا کردیم. بسیار خوش هستم و با امیدی از اینکه ما دیگر نمایشگاه های داشته باشیم بیرون از افغانستان در مرکز، امیدوار هستم که امارت اسلامی بر ما زمینش مساعد بسازه که ما همین تولیدات خود بتانیم به کشورهای خارج صادر کنیم. چقدر از مشتری ها از شما راضی هستند و چقدر بازار فروشتان خوب است؟ بازار فروش ما فضل خدا خوب است. تولید داریم در بازار، دیگه مشتری داریم که در داخل کارگاه میان لباسای خود فرمایش میتن. مشتری ما زیاد هستن. اگر گفتنی داشته باشین کم بدن. گفتنی ما همی است که از نهادهایی که همی کارگاه را مثلا حمایت میکنن تا هنوز از ما هیچ کدام نهاد حمایت نکرده، هیچ کدام پروژه تا هنوز نگرفتیم. کسایی که با ما همکارم هستن واقعا زن و خانم های هستن که مستحق هستن با او کمک و همکاری صورت بگیره. تشکر بسیار. سلامت باشین. تشکر. زنده باشین. بیننده‌های عزیز، همچنان میریم در قسمت های بعدی نمایشگاه. ما اینجا یک تعداد از هموطنان رو با خود دارم از بخش آقایان که اونا هم با اونا صحبت کنیم. مصروف هم هستن، خدا کنه وقت شما. السلام علیکم. مانده نباشه. خوب هستید؟ مانده نباشه. خوب هستید؟ صحت مند؟ خوب خواهد. خیرتی هست. تشکر. سلامت. بخیر شما رو میبینیم. قربان نصرت شد. خوب هستید دیگه انشالله. عافیت دارید. اگرچه ما و شما با هم دیگر آشنایی داریم، باز هم به پیش همی کمره مونس میدیا یک معرفی داشته باشیم. قربان نصرت صاحب. سمردین شرابزاده هستم، رئیس عمومی مؤسسه شهروند مسئول. بسیار خوب. شهروند مسئول. شهروند مسئول. چطور میبینین این نمایشگاه را؟ شما به عنوان کسی هستین که ما خوشبختانه و هموطنان هستین که برگزار کننده چندین نمایشگاه بودین و این نمایشگاه چقدر تاثیرگذار است، بخصوص که امروز قشر بانوان ای؟ قربان نصرت صاحب، یگانه جای خوشی همی است که امروز خیلی از بانوها را میبینیم که مو سند شان آورده اینجا به نمایش مانده. دیگه یک جای خوشی و خوشبختی است که انشالله وطن ما و شما به طرف پیشرفت و ترقی روان است و شکر الحمدلله
چون ما هم چندین نمایشگاه برگزار کردیم در ولایت بلخ، اشتراک بانوها در نمایشگاه ها قطعی و حتمی است و تقریبا فعلا بالاتر از 60% تولیداتی که در خاک وطن ما شما افغانستان صورت میگیره شکر الحمدلله دسم بانوان است. و امروز هم به خاطر دیدار اینجا دعوت بودیم، آمدیم از نمایشگاه ها، چون ما هم یک نمایشگاه بخیر در ماه حمل که بعد از عید رمضان میشه بخیر در شهر مزار شریف داریم که انشالله یک نمایشگاه خوب و عالی و ملی است که از دیگه ولایت ها هم بخیر انشالله کسایی که تولیدات داخلی دارن اشتراک میکنن. بسیار خوب، یک خبر خوش است. انشالله به همه یک خبر خوش است بخیر. شما به عنوان برگزار کننده چندین نمایشگاه، تفاوت این نمایشگاه با نمایشگاه قبلا در چی میبینین؟ حضور بانوان است یا ای که محصولاتی که به نمایش گذاشته شده؟ نصرت صاحب، انشالله محصولات خوش شکر الحمدلله روز به روز به طرف پیشرفت روان است. امی جلب ازی که بانوا شکر الحمدلله بسیار یک تمایل خوب، یک ذوق عالی نشان میتن فعلا به اشتراک در نمایشگاه ها. امروز به این هتلی که ما و شما هستیم میبینیم که تقریبا نام خدا بالاتر از 60% از غرفه‌دارا بانوان هستند. این یک جای بسیار خوشحالی است که همه دست به دست هم بتیم از بانوا حمایت بکنیم. و همچنان شکر الحمدلله خود دولت ما و شما امارت اسلامی افغانستان با بانوا همینطور زمینه کار زمینه ازیر مساعد ساختن، انشالله الحمدلله که همه بتونن در وطن خود کار بکنن، زحمت بکشن که انشالله همه به سوی یک ترقی و پیشرفت عالی بریم. بخیر، سلامت باشید. قربان نصرت صاحب، زنده باشید. بخیر باشید. بیننده عزیز، ایشانم یک خبر خوش بر ما و شما هموطنان عزیز دادن که میشانا در آینده نزدیک یک نمایشگاه دیگر نیز در ولایت بلخ شهر مزار شریف میداشته باشیم. همکار عزیز بیا میریم قسمت های بعدی نمایشگاه. بیننده عزیز، باز هم نزد یکی از بانوان هستیم که اینا هم نام خدا محصولاتی که همه شیرین باب نمایش گذاشتن، ما میخواییم ابتدا یک معرفی کنن. شما صحبت میکنید از اینا کدوم؟ شما صحبت میکنید، مانده نباشه. زنده باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسم خودم شخص نرگس هستم، تخلص میکنم احمدی و از کیک کلچه پزی لذیذ میباشم. بسیار خوب. بانو احمدی، چند مدت میشه خودتون در این کار مصروف هستین و چقدر پرسنل که شما همکاری میکنه کار میکنه؟ ما فعلا 5 چیز میباشیم که و اینمی پرنسل ما و نرگس جان میباشد که ما را راهنمایی میکنم. فعلا ما میخواییم که همین کارهایی که ما ابتدا کردیم و میخواییم ادامه میتیم و میخواییم که در جای برسیم. چند مدت میشه؟ یک سال میشه. مدت یک سال. چندمین نمایشگاهی که آمدین اشتراک کردین؟ دو. دومین نمایشگاه. بله. نمایشگاه قبلی چی وقت بود و کجا بود؟ نمایشگاه قبلی ما در هتل همسفر بودن. بله. و فعلا در اینجا است. تفاوت این نمایشگاه با اون نمایشگاه قبلی چقدر است؟ به خصوص در این محصولات شما چقدر تفاوت آمده؟ خب محصولات ما نظر به فروشات ما می باشد که نظر به مشتری های عزیز گرامی ما می باشد که چقدر فروش میکنیم و ما از خداوند متعال شکرگزار هستیم و شکر میکنیم نظر به فروشات ما و به نظر به چیزای ما که ما تهیه کردیم و افتخار میکنیم و میخواهیم که ادامه بدیم و همچنان محصولات ما بهترین محصولات میباشد که هر کسی استفاده کنند. مطمئن هستم که در شبانه میباشد و همچنان خوش میاد. سلامت باشین. زنده باشین. زنده باشین. از شما همچنان تشکر. بخیر باشین. سلامت باشین. بیننده عزیز، باز هم در کنار یک از بانوان هستیم که میخواه همون محصولاتشان رو بر ما نمایش بده یا نشان بده. اول خودت یک معرفی کن بیننده. سلام، خسته نباشی به تمام شما بینندگان عزیز. من خانم سلطانی هستم از برند ستایش نیایش. این محصولات ما هست بسیار با کیفیت بالا. ما کارهایی داریم که مارکت های مثل قریشی اسخری از ما خریداری میکنن، ولی متاسفانه این برای یک عنوان خیانت گفته میشه، چون برند ما را میکنن و برند ترکی را به این نام میفروشن. این بسیار خیانت پیش و پا افتاده است. مگم بسیار ارزش داره، باید این کار خود ما را به نام خود ما فروش بده تا ارزش کشور ما بالا بره، چون و این کیفیت نمیتونه با آسانی پیدا کنه. ما مشتری های ما از ترکیه خریداری میکنن و
چند مدت میشه خودت همینجا مصروف هستی با میکار؟ با میکار ما خیاط ما پدرم هستن که بسیار حدود 30-40 سال تجربه خیاطی دارن که کیفیت ما بسیار بالاتر از ترکیه هست. ما اینجا کارخانه خیاطی داریم حدود یک سال میشه. بخاطر از اینکه فروش ما بالا بره ما مجبور هستیم به گپ از اونا گوش کنیم و برندای ترکی را به نام کار خود ما بزنیم. خود تمدمی کار مصروف هست کار میکنه؟ بله. چند وقت میشه؟ حدود 6 ماه میشه. بینندگان عزیز، در کنار ما یک از بزرگوارای همین بخش نمایشگاه هستند که ابتدا ما میخواهیم خودشان و بینندگان یک معرفی کنند و سوالات حتما با شما میداشت. حاجی اجمل قادری هستم، مشاور ارشد تجارتی اتاق تجارت سرمایه گذاری بلخ و رئیس کمپانی حسن نصیر لیمیتد. بسیار خوب. قادری صاحب، این نمایشگاه چندمین نمایشگاه هست که پس از چند دو سال سه سال در همین مکان برگزار میشه؟ البته این نمایشگاه خو شاید در حدود پنجم یا ششم نمایشگاه باشه بعد از حکومت امارات دولت بلخ، ولی این نمایشگاه خصوصیات خاص خود برخوردار است که میبینین که ماشاءالله تمامی خانمای تولید کننده یا صنعتی کشور در اشتراک کرده گیستن در حکومت امارات اسلامی افغانستان ایج نوه کدام مشکل ایجاد نشده و هم رهبری امارات در این موافقه کردن که باید تمام خانمای صنعتکار باید که در این نمایشگاه اشتراک کنند، ولی با یک ایجاب اسلامی که خدای نخواسته کدام مشکل ایجاد نشه. از این گفته میتونن قادری صاحب چه تعداد بانوان در اینجا پرفه ایجاد کردن و محصولاتی که به نمایش گذاشتن کاملا وطنی هستن و محصولات؟ تقریبا در حدود 60-70 غرفه خانما در این نمایشگاه ایجاد کردن که البته نمایشگاه به نام صنعتی ام البلاد نام گذاشته شده. دیگه در حدود تقریبا 200 یا 300 از تولیدات داخلی خانما که البته پیراهن و لباسای رنگارنگ و بوتایی که خود خانما او را تولید میکنن و جمپرای دستوزی و پیرانای دستوزی و البته قالین و صنعت ما شما گلمای وطنی که فعلا خود خانمای ما کشور ما را تولید میکنن به نمایش گذاشته شده. بر ما از این بگوین که تنها سران امارت اسلامی در اینجا حضور داشتن در افتتاح شیانه از کشورهای دیگر اینجا نمایندهشان بودن؟ هم سران امارت اسلامی، معاون والی ولایت بلخ هم در اینجا وجود داشتن و تماما کنسولای جمهوری اسلامی ترکیه، جمهوری اسلامی ازبکستان و ایران و تمام کنسولا در این برنامه اشتراک داشتن و تاجرای ملی ما هم که از داخل خارج آمده بودن در این نمایشگاه تشریف داشتن، هم صنعتی هم تجارتی. تشکر قادر صاحب. سلامت باشین. زنده باشین. تشکر. بینندگان عزیز، این بود گزارش ما از نمایشگاه صنعتی و تجارتی ام البلاد. انشاءالله که از ابتدای گزارش تا انتهای گزارش محصولاتی که اینجا بانوان به نمایش گذاشته بودند بر شما بینندگان عزیز رضایت بخش بوده باشه و شما هم بیاین چند روزی که اینجا بانوان محصولاتشان رو به نمایش گذاشته از بانوان حمایت کنین و از محصولاتشان دیدن کنین. تولید وطن، افتخار وطن. تا برنامه دیگر، گزارش دیگر با ما بصیر نصرت از چینل خودتان مونس میدیا همه شما را به خداوند منان می‌سپارم.